حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان، سلام. به یه برنامه دیگه از این رسانه خوش اومدید. همونطور که تمامی قدرت های جهانی در خارج از مرزها هم همیشه نیروهایی رو دارن که در صورت اتفاق افتادن یک نبرد براشون در خارج از مرزها به جنگ، ایران هم از این نیروها در کشورهای عربی داره و این گستردگی اطلاعاتی ایران رو نشون میده. حالا که آتش جنگ داغه و کشورها تلاش میکنن تا دامن خودشون رو از آتش این جنگ نجات بدن، نیروهای نیابتی ایران در عراق و یمن مواضع اسرائیل و آمریکا رو در منطقه آتش باران کردن و هر کدوم نشون دادن که اگه بخوان خیلی راحت میتونن نسخه این دوتا رو جمع بکنن. با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید، کلید لایک و سابسکرایب بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح، روز دوشنبه از حمله پهپادی به اهداف حساس اسرائیل در فلسطین اشغالی خبر داد. سریع همچنین گفته که در پی این عملیات تمامی فعالیت‌ها در پایگاه‌ها و فرودگاه‌های هدف قرار گرفته شده طی چند ساعت متوقف شد. او در پایان تأکید کرده که نیروهای مسلح یمن با توکل به خدا عملیات‌های نظامی بیشتری را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین انجام خواهد داد تا تجاوز وحشیانه اسرائیل به برادران ما در غزه متوقف بشه. مقاومت اسلامی عراق هم خبر داد که بامداد روز دوشنبه 4 پایگاه متعلق به نظامیان آمریکا را در سوریه و عراق 6 بار هدف قرار داده. در این بیانیه اومده که 3 حمله به پایگاه‌های عین‌الاسد در غرب عراق و 1 حمله در هر کدوم از پایگاه‌های نزدیک به اربیل در شمال عراق، تلول بیدر در شمال سوریه و التنف در جنوب سوریه صورت گرفته. این گروه مقاومت تاکید کرده که این حملات با سلاح‌های مناسب صورت می‌گیره و به اهداف هم اصابت کرده. شبکه خبری المیاد دین هم گزارش داد که یک پهپاد انتحاری پایگاه اشغالگران آمریکایی در شمال شرق سوریه را هدف قرار داد. این پایگاه در نزدیکی روستای قصرک در شمال الحسکه واقع در شمال شرق سوریه قرار داره. 3 مقام وزارت دفاع آمریکا گفتند که پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق و سوریه از پنجشنبه هفته گذشته دست کم 10 بار مورد حمله گروه‌های مورد حمایت ایران قرار گرفتند که شمار این حمله‌ها از روز حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه را به 38 مورد رسونده. شبکه NBC به نقل از این مقام پنتاگون نوشته که بیشتر این حمله ها با پهپادهای انتحاری و راکت صورت گرفته و هیچ کدوم باعث کشته شدن نیروهای آمریکایی یا آسیب به زیرساخت ها نشده. مقام های آمریکایی گفتند که بیشتر حمله های اخیر در روزهای یک شنبه و دوشنبه انجام شده و دست کم 19 مورد از 38 حمله مذکور بعد از اون انجام شد که آمریکا روز 15 آبان به 2 پایگاه مرتبط با ایران در سوریه حملات تلافی جویانه انجام داد. رئیس جمهور آمریکا روز 6 آبان توی نامی به کنگره این کشور از دستور خودش واسه حمله به تاسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی اون در سوریه دفاع کرد و گفته که ایالات متحده آماده هستش اقدامات بیشتری رو بر اساس ضرورت برای مقابله با تهدیدات و حملات انجام بده. او در این برنامه نوشته که دستور داده حملات هدفمندی علیه تاسیسات در شرق سوریه انجام بشه. تاسیساتی که به گفته او توسط سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به اون برای فرماندهی و کنترل انبار مهمات و اهداف دیگه استفاده می‌شد، مورد هدف حملات دقیق قرار گرفته. وزارت دفاع آمریکا در همون روز اعلام کرد که ارتش ایالات متحده بامداد جمعه 5 آبان به تلافی حملات پهپادی و راکتی به نیروهای این کشور در خاورمیانه 2 تاسیسات مرتبط با سپاه پاسداران را در شرق سوریه هدف قرار داده. لوید آستین در بیانیه ای اعلام کرده که حملات دقیق انجام شده، اقدامی که در راستای دفاع از خود و پاسخی به یک رشته حملات مداوم و عمدتا ناموفق گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران علیه پرسنل نظامی در عراق و سوریه هستش که از 25 مهر شروع شده. سخنگوی پنتاگون هم روز 6 آبان با اشاره به این حملات به آمریکا در عراق و سوریه توسط ایران و سپاه گفته که آمریکا همواره حق دفاع از خودش رو محفوظ میدونه و هر وقت لازم باشه در دفاع از نیروها و منافع خودش در خارج از خاکش تردید نمیکنه. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 7 آبان تاکید کرده که اگر نیروهای نیابتی ایران علیه اهداف آمریکایی دست به تهاجم بزنن، جواب متقابل دریافت خواهند کرد. مقام های پنتاگون میگن که حملات صورت گرفته توسط نیروهای نیابتی ایران
تلاش برای ضربه زدن به تاسیسات آمریکایی در عراق و سوریه بوده و همه اونها به هدف نخوردن. این مقام ها روز دوشنبه 15 آبان خبر دادن که تعداد افراد در خدمت آمریکا که در حملات مورد حمایت ایران مجروح شدند دست کم دو برابر آماری بوده که پنتاگون قبل از اون اعلام کرده. بر اساس این گزارش دست کم 45 آمریکایی دچار جراحات جزئی یا آسیب‌های مغزی بالقوه ناشی از ضربه به سر شدند. وزارت دفاع ایالات متحده قبل از این خبر داده بود که 21 تن در حملات دو هفته پیش به پایگاه التنف در جنوب سوریه و پایگاه هوایی الاسد در عراق به شکل جزئی مجروح شدند. آمریکا بعد از آغاز جنگ غزه دو ناو هواپیما و چندین ناوشکن در آب‌های نزدیک به خاورمیانه مستقر کرده و جنگنده‌های F-16 خودش رو به منطقه آورده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم روز 14 آبان با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی اون در سفری اعلام نشده به بغداد با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد و آقای شیاع السودانی چند ساعت بعد از این دیدار به تهران رفت و با رهبر رئیس جمهور ایران دیدار کرد. آقای بلینکن در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل و حماس در روز 3 آبان گفته بود که ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست. ما نمی‌خوایم که این جنگ گسترش پیدا بکنه، اما اگه ایران و گروه‌های نیابتی اون در هر جا به پرسنل آمریکایی حمله بکنه اشتباه نکنید که ما از مردم خودمون دفاع می‌کنیم و ما از امنیت خودمون سریع و قاطع دفاع خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمعه 5 آبان در نامه‌ای به کنگره این کشور از دستور خودش برای حمله به تاسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی اون در سوریه دفاع کرد و گفت ایالات متحده آماده هستش اقدامات بیشتری رو بر اساس ضرورت برای مقابله با تهدیدات و حملات انجام بده. جو بایدن در این نامه با اشاره به حملات شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در 10 روز اخیر تاکید کرده که چنین حملاتی جان پرسنل ایالات متحده و نیروهای ائتلاف را در معرض تهدید جدی قرار داده. رئیس جمهور آمریکا در این نامه نوشته که در پاسخ به این سلسله حملات و تهدیدات مستمر برای حملات آینده به دستور من در شب 26 اکتبر 2023 نیروهای ایالات متحده حملات هدفمندی را علیه تاسیسات در شرق سوریه انجام دادن، تاسیساتی که توسط سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به اون برای فرماندهی و کنترل انبار مهمات و اهداف دیگه استفاده می‌شد هدف حملات دقیق قرار گرفت. جو بایدن تاکید کرده که این حملات برای ایجاد بازدارندگی، محدود کردن خطر تشدید تنش و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان طراحی شده. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفته که دستور این حملات رو به منظور محافظت و دفاع از پرسنل خودمون و برای از بین بردن و مختل کردن مجموعه حملات مداوم علیه نیروهای ایالات متحده و شرکای اون و بازدارندگی ایران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران صادر کرده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال خداوند یار و نگهدارتون.